حدیث بعدی لطفا اش شیطان زیر ضد برکت هست همیشه یادتون باشه شیطان ضد برکته و این بسم الله ما تو این حدیث های خود نداریم بسم الله برکت میاره یادتون باشه چون که بسم الله شیطان فراری میده به حال اینجا حضرت جابر روایت میکنه که من از پیغمبر خدا شنیدم صلی الله علیه و آله و سلم ایشون فرمودن ان الشیطان یحذر احدکم عند كل شیء من شأنه شیطان میگه در هر کار شما حاضر است در هر کاری که شما میکنید شیطان حاضر میشه حتی غذا خوردن حتی یحضرهو اند تعامه در وقت غذا خوردن هم حاضر میشه پس فیزا پس من احدكم اللقمه اگه یک لقمه از شما افتاد نونی از دستتون افتاد فلیومت ما کان بها من اضا پس اون رو پاک کنید یعنی اون که قابل پاک کردن است پاک کنید ثم یاکل ها ولا یدع حال شیطان میگه باز بخورید پاک کنید نون رو بخورید حتی ولو رو زمین افتاد و برای شیطان نذارید فیضا فرقه و اگر فارغ شده از غذا فلیل اصابعه اصابه اهو لا یدری فی ای تاامهی تکون البرکه خب اصل قصه اینجاست ممنونم پیامبر گفت شیطان در هر چی حاضر میشه اگه غذای دستتون افتاد اول که بسم الله باید بگیم دیگه چون که بسم الله نگی شیطان باید غذا میخوره حدیث دیگه اینو میدونید حتی در غذا چی میشه ولی میگه حتی در اینجا لغمه افتاد نگید که خرا اگه مثلا بتونه آلودگی رو پاک کنین رو زمین افتاده دیگه مثال فرض کن کجا میفته رو سفره میفته یا روی زمین پیامبر ما گفته اینو پاک کنید و بخورید ما بعد تسلیم حرف پیامبر ما هستیم و برای شیطان نذارید و حتی فرموده بعد از غذا خودید. خب مردم قبلا قدیما با بس... مثال آقو... قاشق حالا میخورن خیلی ها. با سه انگشت میخوردن خب همین سه انگشت ما خود ما که در دهان خود میکنیم دیگه هر دفعه در دهان خود میکنیم خو... می میخوریم آخرین بار هم میگه با دهان خود سه انگشت خود پاک کنید هرس برین است که برکت را از دست ندید در غذا چون نمیدونید در کجای غذا برکت است یک فایده دیگه هم داره که انسان تکبر نمی کنه یک فایده دیگه این است که مال زایع نمی کنه شما ببینید در این دنیای بزرگ بعضی از مردم هستن که این قحمقن که وقتی غذا میرن رستوران یک چیز غذا میذارن که نگن که یعنی ما 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 هستیم همه رو نخوردیم این رو پیامبر ما اصلا دوست نداشت جزء اسراف می اومد امیدوارم که معنی حدیث رو فهمیده باشیم